دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومده تا باهاتون باشم و صحبتی رو داشته باشیم. چنین فرصتهایی که پیش میاد که باهاتون یه مکالمه کوتاهی رو داشته باشم، به نظر یک طرفه میاد، ولی بعد شما زیرش پستایی رو میذارین، کامنتایی رو میذارین، سوالایی رو میکنید، پس تبدیلش میکنید به یه مکالمه دو طرفه. خیلی زمانهای خوشایندی هست برای خود من که معمولا همیشه ذهنم مشغوله که چه مطلبی رو خوب هست که توی این ویدیوهای کوتاه مطرح بکنم و بگم. یکی از چیزهایی که مدت هاست بهش فکر میکنم و دوست دارم که باهاتون در میونش بذارم، صحبت کردن درباره این است که ما چجوری میتونیم توی سوشال میدیا حضور پیدا کنیم. وقتی که داشتم به این مطلب فکر میکردم که یه سری چیزهایی رو مطرح بکنم، یادم افتاد به واژه‌ای که در جامعه شناسی هست به نام تأخر فرهنگی. تأخر فرهنگی مفهومش این هست که یک حرکتی، یک موقعیتی، یک چیزی وارد فرهنگ ما میشه ولی فرهنگ استفاده از اون وارد نمیشه یا زمان میبره برای وارد شدن. مثل اینکه مثلا فکر کنید زمانی که اتومبیل ساخته شد، توی فیلم‌های قدیمی میتونیم ببینیم که اتومبیل‌ها با آدم‌ها توی خیابون کنار هم بودن و اصلا قوانین این که عابر پیاده هست چه کار باید بکنیم اون اصلا وضع نشده بود. یعنی اتومبیل اومده بود ولی قوانین استفاده از اون دیرتر وضع شد. در خیلی از جاهای دیگه این رو میبینیم، مثلا تلفن اومد ولی قوانین استفاده از اون دیرتر وضع شد، هرچند که این قوانین مدون نوشته شده نبود، ولی به هر حال یک جایی به عنوان اتیکت استفاده از تلفن مطرح میشه. به طور مثال اگر شما توی مجامع عمومی هستی، تلفنتون رو بردارین و خیلی بلند شروع کنین به صحبت کردن، این اتیکت نیست و همه رو ممکنه ناراحت بکنه. این یک قانون نانوشته است که ما توی حریم دیگران قرار نیست بریم. یه اون زمانی که تلفن ها توی خونه ها بود و موبایل ها نبود، میبینیم که مزاحمین تلفنی هم شکل گرفتن چون بلد نبودن چجوری استفاده کنن از این وسیله، در نتیجه به عنوان مزاحم شناخته میشدن که دردسری رو برای صاحب اون تلفن ایجاد میکردن. خب میبینیم که آپارتمان نشینی همین قضیه رو داشت، طرف توی آپارتمانه ولی مثلا فرشش رو میشوره، فکر نمیکنه که این آب قرار هست با هم استفاده بشه یا تا نصف شب ممکنه سر و صداهایی، حالا چه مراسم تولد باشه چه مراسم مذهبی باشه فرق نمیکنه، به هر حال مزاحمت برای افراد دیگه ایجاد میکنه. و این تأخر فرهنگی، یعنی مدلی که استفاده میکنیم از اون چیزی که اومده، خیلی مهم هستش به خاطر اینکه استفاده بهینه کردن و استفاده کردن از این چیزهایی که اومدن برای راحتی زندگی ما و رشد ما میتونه به ما کمک بکنه، استفاده صحیح ازش میتونه به ما کمک بکنه که حال بهتری رو تجربه کنیم و به دیگران هم کمک کنیم که حال بهتری رو تجربه بکنن، در حالی که اگر ما بلد نباشیم ازش استفاده کنیم میتونه آسیب بزنه، آسیب‌های جسمانی، روانی، ذهنی، عاطفی، رابطه‌ای، اعتماد به نفسی و خیلی از چیزهای دیگر میتونه آسیب بزنه. یکی از این چیزهایی که این روزها خیلی زیاد مطرح هست سوشال میدیا هست، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل کلاب هاوس که جدیداً اضافه شده به این مجموعه، این که ما چطوری پیغام میذاریم، کامنت میذاریم زیر ویدیوها، زیر عکس‌ها، زیر نوشته‌ها میتونه خیلی کمک بکنه که ما استفاده بهینه ازش بکنیم، بهترین استفاده رو ازش بکنیم. خب اینها چه چیزایی هستن؟ من فکر میکنم که خوبه در مورد این صحبت کنیم که اول از همه ببینیم اگر کسی پیغام یا ویدیویی گذاشت قصدش چیه. به طور مثال من این ویدیو رو دارم میذارم، قصدم این هست که در حد اطلاعات خودم سهم خودم رو برای آگاهی رسانی به جامعه به کار بگیرم و استفاده بکنم و ادا بکنم و فقط برای اطلاع رسانی هستش. خب حالا فکر کنید مثلا این ویدیو رو که قصد من اطلاع رسانی عمومی هست، قصد من اینه و شما میان در مورد مثلا فرض کنید در مورد لباس بد نظر میدید، خب این قصد من نیستش،
قصد من اگه این بود که بیام یک مدی رو مطرح بکنم در مورد فشن بگم، شما میتونید بیان در مورد اینکه آیا من خودم توی این قصه عامل هستم یا نه صحبت بکنید. اما وقتی که در مورد اطلاع رسانی در مورد این بخش ها هست، اون قصده رو در نظر بگیرید و در مورد اون قصده تفکر انتقادی داشته باشیم. یعنی نه تمام چیزهایی که من میگم 100% درسته، نه تمام چیزهایی که میگم غلطه. به این زمان بدیم، با فکر باز بشنویمش و نظر خودمون رو با این جمله بگیم که من فکر میکنم یا من نظرم اینه در این قسمت. اینجوری هم ما نظرمون رو مطرح کردیم، هم از آن کردیم که این نظر شخصی من هست. اگر براش تحقیقی داریم میتونیم بگیم در تحقیقی با این منبع چنین چیزی اومده، من چنین چیزی رو خوندم که تحقیق شده این قضیه هستش و خیلی علمی تر صحبت میکنید و موجه تر. این یه بخش قضیه است. و بخش دیگه قضیه اینه که وقتی مثلا توی باز همین ویدیو رو مثال میزنم، قصد من این هستش که به عنوان من از زندگی خودم شعر نمی کنم، من در مسائلی که مربوط به روانشناسی و علم روانشناسی آگاهی رسونی جمعی هست در حدی که سوادم اجازه میده دارم کمک میکنم و این اطلاع رسونی را انجام میدم. خب بهش فکر کنید ببینید که وقتی اینه یه نفر میاد پیغام خیلی خصوصی میذاره، این یه چیز کلی هست در یک زمینه خاصی، خیلی مسئله خصوصی نیست. همینطور برعکس، اگر توی پیج خصوصی که من دارم یک کسی بیاد یا در پیج خصوصی دیگری، چون من دیدم که پیش اومده و اختلافات خانوادگی ازش جلو اومده و مطرح شده، توی پیجای خصوصی هم دیگه اگر اجازه دادن که شما تو پیج خصوصیشون باشید، یعنی شما مورد اعتمادشون هستید، یعنی اجازه دادن شما یه سری از مسائل خصوصی زندگیشون رو ببینید، شما قرار نیست اون رو بعداً بر علیهش استفاده بکنید. به همون شکل که من به عنوان یک پیج عمومی قرار نیست مسائل خصوصی مطرح بشه، مسائل خصوصی که تو پیج خصوصی هم هست قرار نیست تو جای عمومی مطرح بشه. ببینید این خیلی مسئله دقیقه هست که بهش توجه بکنیم. شما وقتی که میریم و پیج کسی خصوصی هست یا پرایوت هست، میرین باید تقاضا بدین، ریکوست کنید برای اینکه به شما اجازه ورود بدن. در واقع مثل اینه که زنگ در خونش رو زدین و اون در باز کرده و گفته بفرمایید تو. حالا شما میاین تو، به شما اجازه داده بیاین. میاین مثلا عکس میگیرید از یک محتوای نوشته‌ای که من دارم میذارید به همه نشون میدید. این کار بسیار اشتباهیه، چون اون خصوصی بودنش رو با شما شیر کرده، نه با هیچ کس دیگه. به همین شکل اگر توی پیجش هستید نمیتونید این کار رو بکنید و نمیتونید از مطالبی که تو پیجش میذاره بر علیهش استفاده کنید، یا بریم به بقیه بگین، یا حتی بدتر از این متاسفانه خیلی از اوقات دیده میشه مسخرش کنید. اجازه ندارید همچین کاری رو بکنید، چون اون به شما اعتماد کرده و اجازه داده که بیاین توی پیجش، توی صفحه خصوصیش و اون مطالب رو ببینید. شما هم از اون اعتماد نمیتونید سوء استفاده کنید و اصطلاحاً اون موارد رو ازش بدزدید یا بر علیهش استفاده بکنید. در زمینه‌های عمومی هم به همین شکله. اگر کسی میاد با هدفی، مثلا داری در مورد این صحبت میکنه که با بدنتون راحت باشید و شما میاین به بدن خود اون آدم ایراد میگیری، هدفی که اون داره، اون فرد داره، یا قصدی که داره اینه که آموزش بده با ابزاری که داره که به بدن خودتون احترام بذارید و به خودتون احترام بذارید و خودتون رو دوست داشته باشید. این که ما بریم متوجهش بکنیم این که تو اینجای بدنت هم چروک داره، یا اوه اینجوری هستی که ازدواج نکردی، یا اصطلاحاً احساس شرم بهش بدیم برای بدنش، حتی اگه اون فرد اینقدر قوی هستش که احساس شرم نکنه، ولی باز این احساس شرم دادن توی سوشال میدیا خیلی زیاد هست و مایی که این رو می‌نویسیم مسئول هستیم در قبالش که انجامش ندیم و آگاهانه نسبت به این قضیه باشیم، مگر اینکه با هدف تخریب بخوایم بریم، که اون وقت از خودمون بپرسیم واقعا این تنها راهیه که می‌خوایم تخریب کنیم؟ کسی که به خودش اجازه میده که بیاد درباره بدنش صحبت بکنه،
و عکسی رو بذاره که به شما اجازه میده بدنش رو ببینید، مطمئن باشید قوی تر از این هستش که با این صحبت های شما احساس شرم بکنه. برای همین شما دارین وقتتون رو تلف میکنید. پس دو قسمت هست، یا کسی هست که واقعا میتونه احساس شرم بکنه و شما هم قصدتون نیست که این احساس رو بدین، خواهش میکنم که این کار رو نکنید و لزومی نداره این چیزها رو بنویسید، چون به هیچ کس کمکی نمیکنه و قضیه حتی تفکر انتقادی نیستش. و یا بخشی هستش که قصدتون اینه که احساس شرم بدین که کسی که اومده این چنین کاری رو کرده احساس شرم نمیکنه، راحت تر از این هست با بدنش که بخواد. به اصطلاح ایرانی ها یادم افتاد بابای من همیشه مثال میزنن که میدی نیست که به این بادها بلرزه. دقیقا همینطوره، کسی که میاد از این حرفا احساس شرم نمیکنه. در نتیجه شما وقتتون رو دارین تلف میکنین، حداقل انرژیتون رو جایی بذارید که بتونید به هدف اصلیتون برسید. خب در نتیجه اینجا خیلی مهمه هم قصد خودمو بدونم هم قصد طرف رو بدونم. نکته دیگه ای که پیش میاد اینه که وقتی که ما حالا بذارین تا صحبت بادی شیمینگ هستش یا احساس شرم دادن در مورد بدن هست بگم که میتونید که درصدی از خودکشی ها حتی به خاطر این قضیه پیش میاد. شما حاضرید تناب دار رو برای کسی ببندیم و کمکش کنید که بر خودش رو دار بزنه؟ گاهی اوقات این حرف ها همون کار رو میکنه با آدم ها، هم میتونه از نظر کاملا فیزیکی جسمانی این کار رو باشون بکنه، یا میتونه اونها رو سوق بده به طرف اختلالات خوردن و اختلالات روانی، یا میتونه اعتماد به نفسشون رو پایین بیاره، دورشون کنه و منجر بشه به انزوای اجتماعی. واقعا نگاه کنیم ببینید که حاضرید یه همچین کسی باشید؟ یکم منصفانه تر نگاه کنید. من در مورد باز اونهایی صحبت نمی کنم که قصدشون این هست که بعضی از افراد رو هدف قرار میدن که برن و اذیتش بکنن یا بولیش کنن. خب اونها قصهشون فرق میکنه و الان هم اشاره کردم بهش. غیر از اون افراد، گاهی اوقات ما با آدمای خیلی معمولی میریم این کار رو میکنیم. خواهش میکنم حواسمون رو جمع کنیم، با آگاهی کامل حضور داشته باشیم، ببینیم و مطرح بکنیم چیزهایی رو که سازنده است، نه اینکه چیزهای غیر سازنده بگیم. نکته دیگه که توی اتاقای مشاوره من میبینم که عزیزان میان و میگن اختلافات خانوادگی که شکل میگیره، متاسفانه مثلا کسی پیغامی گذاشته بود، مادر شوهرش اومده بود زیرش نکته‌ای رو گذاشته بود، یه چیزی رو گفته بود که باعث شد ماها اختلاف نظر توی این خانواده باشه و دعواهای بزرگ را بیفته. تیکه نندازیم به هم، چیزی رو به هم نگیم. اگر مطلبی رو میخواییم بگیم میتونیم بریم، خواهش میکنم ویدیوی شفاف شدن رو ببینید که توی پیج من هست. میتونیم با شرایط خاصی بریم و با اون افراد شفاف بشیم و مسائل رو مطرح بکنیم. نیازی نداریم که بریم توی صفحه‌های عمومی چیزی رو بنویسیم، صفحه‌های عمومی که حتی اگر پرایوت هست ولی باز آدمای متفاوتی اونجا هستن. شاید مسائلی که ما داریم رو اونا دوست ندارن که با دوستاشون هم مطرح بکنن. برای همین خیلی مایندفول باشید، حضور داشته باشید برای حتی انتخاب کلماتتون. مجبور نیستین زیر هر پست یک نظری بدید که بخواید از مسائل خصوصی هم بگید و یا یه چیزهایی رو بیشتر از اون چیزی که اجازه دارید مطرح کنید مطرح بکنید. نکته بعدی همین هست درباره پیج‌های عمومی. اگر تو پیج عمومی کسی هستید، رفتن و نوشتن این که مامان جون خیلی خوشحال شدم یا مثلا خاله جون خیلی دوست دارم، من نمیگم که چیز بدیه، من میگم پروفشنال نیست، حرفه‌ای نیستش، تخصصی نیستش. مثل این هست که شما توی من توی جمعی که دخترم داره کار میکنه هستم، یک جمع کاملا رسمی، برم اونجا و بخوام اون رو مثلا گوگولی مدولی صداش کنم چون مادرشم، همچون چیزی نمیشه و خنده داره. میدونید قاعده بر این هست که ما عناوین
رسمی آدم ها رو توی جمع ها استفاده بکنیم. خب حالا اگر که شما توی پیج عمومی هستید و میایید یه پیغام خصوصی رو برای طرف میان، خیلی از اوقات میبینم روی لایو های عزیزانی که دارن انجام میدن، مثلا میاد میگه که ببین پنجشنبه مهمونی یادت نره ها. واقعا جای مطرح کردنش توی یک لایوی که داره طرف میذاره با این قصد مثلا علمی نیست. اگر قرار باشه یه لایو همینطور خودمونی هست در حال ظرف شستن داره صحبت میکنه، ایتس اوکی. این همون جایی که به قصد برمیگرده که ما نگاه کنیم توی چه کانتکستی و توی چه قصدی طرف داره صحبت میکنه نگاش کنیم. اگر جایی مناسبت داره ایتس اوکی، اگر مناسبت نداره طبعا نه، و بهتر هست که این کار رو نکنیم و بدونیم که کجا چه کاری رو انجام بدیم.